با نزدیک شدن روز انتخابات تاجیکستان در موضع‌های سر اهالی خوجند از سوی مسئولان طبی فهماندهی قاعده های بهداشتی صورت دارد. روز 9 اکتبر در نزدیکی محله 18 شهر که مردم برای خرید به جمعه بازار می آیند، اختیاریان و کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم ورقه های معلوماتی ایمین بودن از کرونا ویروس کووید 19 را تقسیم نمودند. هرچند در اینجا موادهای بهداشتی نقاب طبی یا محلول بی‌ضررگردانی را رایگان تقدیم نکردند، ولی گفتند که باید ساکنان در محل انتخابات از احتیاط کار بگیرند. به همه ما معلومات های میرسانیم که بی ماسک، بی انتیسپتیک، بی پرچاتک، یعنی که نروند به انتخابات ها. با گذشت 7 ماه از شیوع بیماری کرونا ویروس در کشور و تبلیغ پیشگیری این بیماری در میان اهالی، هنوز هم هستند نفرانی که نقاب محافظتی ندارند و به جای سر آدم نیز می آیند. غنی قربانوف ساکن خوجند می گوید از همه قاعده ها آگاه است، اما شرایط اقتصادیش امکان نمی دهد که به آن مطابق باشد. مبلغم نمی رسد. من به یکم کس داشی همین ماسک همه قد ماسک و پاسک همه یکم کس بی پول ندارد. من تو کم بغل من یا اپاکوف که بیارم تیم نیست. یکم کس حالا من نپرسی که چیگل داری کسل شدم با پولی قرض خودم لیچه کنم. با این وجود مسئولان بهداشتی شهر خوجند اخیراً در پی یک عملیات بیش از 100 کس را برای رعایت نکردن قاعده های بهداشتی از جمله نداشتن نقاب طبی جریمه کردند. بر ضمن این در 6 عدد تویخانه و مرکزهای دلخوشی را برای از معیار زیاد وارد شدن آدمان و معرکه‌داران بستند. قریب 12000 سومانی جریمه با فایده بودجه رویانده شده است. با فایده بودجه رویانده شده است که در این روان نسبت شخصانی که شخصانی مسئولی که در جای فعالیتشان در توی خونه ها، طرف خونه ها، آش خونه ها به رعایت قاعده های بهداشتی، یعنی به استفاده بری از نقاب، به استفاده بری از انتیسپتیکا، خوش رعایت نمودن فاصله اجتماعی پروتکل ها ترتیب داده شدن و نسبت آنها جریمه بررسی گردیده است. بنا به تغییراتی که در نیمه ماه ایون به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری و کدکس جنایی وارد گشت، ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی تا 300 سومانی جریمه می‌بندند. پهن کردن بیماری‌های خوفناک سرایتی از 2 تا 5 سال، در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. اما برخی از ساکنان همواره گفتند که نرخ نقاب طبی گران است و هر روز نمی‌توانند آن را عوض کنند. بنا به آمار وزارت تندرستی، تعداد گرفتاران کرونا ویروس بیش از 10000 نفر است که حدود 90% آن شفا یافته، از این بیماری 78 نفر فوتیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.